چین بازداشتگاه های مسلمانان این کشور در ایالت سینکیانگ را به مراکز کار اجباری برای کارخانه ها تبدیل کرده است. به گزارش شویوز به نقل از نیویورک تایمز، مسلمانان بازداشتی در بازداشتگاه های غرب چین در ردیف های پرتعداد پشت چرخ های خیاتی نشستند. آنها بخشی از صدها هزار مسلمانانی هستند که ماهاس برای دست کشیدن از باورهای دینی خود در بازداشت به سر میبرند تلویزیون چین آنان را به عنوان الگوهای خوب بازپروری معرفی کرده که به عنوان کارگر کارخانه ها دستمزد خوبی میگیرند حزب کمونیست چین در تبلیغات رسانه‌ای خود اعلام کرده افراد بازداشتی در کمپ های منطقه سینکیانگ آموزش شغلی می بینند و برای خود در خطوط تولید کار کار می کنند و به این ترتیب می توانند از فقر، عقب و وسوسه تبعیت از آنچه که این حزب آن را اسلام رادیکال می رها شوند. بر اساس این گزارش اما شواهد نشان دهنده سیستم کار اجباری در این کمپ هاست که ممکن است انتقادات بین المللی علیه ظلم حکومت چین بر اقلیت دینی مسلمان این کشور را تشدید کند گزارش های محلی عکس های و اسناد موجود نشان می دهد که تعدادی زیاد از افراد بازداشتی به کارخانه های جدید که در داخل یا اطراف کمپ ها ساخته شده اند فرستاده می شوند و در آنجا چاره‌ای جز انجام کار اجباری ندارند.